اما در روزهای پایانی تصدی محمد مخبر بر صندلی سرپرستی ریاست جمهوری، او از واگذاری چند صد هکتار زمین به صورت رایگان برای طرح نهضت ملی مسکن خبر داده. او همچنین مجوز برای ساخت 27 شهرک ساحلی در جنوب ایران را هم صادر کرده. هرچند رسانه‌های حکومتی از این طرح به عنوان یک اقدام برای حل مشکل مسکن یاد می‌کنند، اما بسیاری از کارشناسان شهرسازی و اقتصادی انتقادهای فراوانی به این طرح‌ها گرفتند، از جمله عدم موقعیت‌یابی درست و نبود زیرساخت‌ها، تخریب محیط زیست و حتی رانت حاصل از این تسهیلات، علل خصوص در زمینه واگذاری زمین. در این زمینه در این لحظه گفتگویی داریم با آقای فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار از ترکیه. درود بر شما. محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری، معمولاً سرپرستا اقدامات اجرایی یا طرح‌های بزرگی رو انجام نمیدن. چطوره که آقای مخبر دست به همچین کاری زده؟ اصلا آقای مخبر خواسته در واقع زنجیره شعارهای رئیسی رو تکمیل کنه. آقای رئیسی وقتی که با فیض جنوب بشه گفتش که رنج جوانان در مسکن در واقع رنج من و قول 4 میلیون مسکن رو به صورت غیر واقعی داد ساخته شد که حتی در همین 4 سال هم نمیتونست این کار انجام بده. حالا در این روزهای پایانی در واقع آقای مخبر میخواد با یک ترفند جدیدی در واقع همون شعارها رو زنده کنه و بگه ما بر همون عهدی که در اول گفتیم و انجام ندادیم هستیم و پایداریم. خب اینکه زمین‌ها رو به صورت رایگان دارن تحویل میدن، اصلا مشخص است به چه کسانی دارن میدن و چرا به صورت رایگان دارن زمین رو میدن؟ عرض کنم خدمت اینا قول داده بودن، اما در واقع نه منابع نرم افزاری و سخت افزاریشون اجازه ساخت صنعتی در این بعد بهشون نمیداد. ببین ما در بعد از انقلاب و الان کلن 12 میلیون مسکن صنعتی که دولت توش نقش داشته ساختیم که نیمی از اونم در دولت نهم و دهم بوده. در واقع بس بید تنها راهش اینه که بیان و بگن که ما زمین بدیم و مردم رو درگیر ساخت کنن و این در واقع موفقیت رو برای خودشون فاکتور کنن و بگن ببینید ما به قولهایی که دادیم انجام، قولی که داده انجام دادیم. اگر در واقع از همون ابتدا دولت رئیس این کار رو میکرد شاید خیلی بهتر بود، البته با یک بررسی دقیق، جانمایی خوب، با یک پلن درست این کار رو می‌برد جلو و زمین میداد به اونهایی که مستحقن، کسایی که خونه ندارن، زمین پاره نگرفتن و بررسیش بودن. شاید الان پشت تولید مسکن به جای رسیدی شاهد این ابزار گسیختگی در قیمت اجاره و قیمت مسکن نبودیم.